سلام سامره هستم از کانال آلمانی آنلاین خوش اومدین به کانال من دوستان عزیز همونطوری که تو صفحه نمایش میبینید امروزم با یه موضوع دیگه در برای بخش شخایبن برای بخش نوشتاری امتحان در خدمت شما هستم این موضوع رو به درخواست یکی از دوستان که تو کامنت ها برای من نوشته بودن براتون آماده کردم موضوع این هست ما یک تصادف داشتیم و میخواییم این تصادف رو گزارش کنیم حالا کجا گزارش کنیم به تب باید برای بیممون گزارش بکنیم جای دیگه ای تا جایی که من میدونم مجبور نیستیم که یه تصادف رو گزارش کنیم ما برای بیممون اگر بخوایم که کتبی این گزارش رو انجام بدیم مطمئنا خب باید یه چیزی بنویسیم یا نامه یا ایمیل اگر شفاهی باشه خب اون شخص میره به اداره بیمه و به اون شرکت بیمهش و تصادف رو شفاهن و مندلش اعلام میکنه حالا ما میخوایم کتبی اعلام بکنیم موضوع امروز این هست زی هتن einen اونفال اوتو اونفال ملدن زی ایغا فرزیش غونگ دن اونفال پر میل بودا پی ایمیل اینجا ما سوالی اینو میگه شما یک تصادف اتومبیل داشتید ملدن زی یعنی خبر بدید به ایغا فرزیش رونگ داتیف هست خبر بدید به اه, بیمه ماشینتون دن اونفال تصادف را از طریق ایمیل پر ایمیل. E-mail. Schreiben Sie etwas zu folgenden Punkten. خب ما همیشه گفتم که تو امتحان این Punkt ها خیلی مهمه و خیلی هم کمک کننده است که ما بدونیم چجوری باید بنویسیم. Schreiben Sie etwas zu folgenden Punkten. Grund für das Schreiben چیزی که من گفتم تو بیشتر نامه ها, بالای 90 درصد ناما این همیشه میاد دلیل نوشتنتون که گفتم با کنکتور دساب دسفیگن آستیزم گروند داهر میتونید به کمک این کنکتور ها رو جمله بندی کنید و بنویسید Grund für das Schreiben. حالا میبینیم در ادامه چجوریه واس پسیرت است چه اتفاق افتاده در واقع شما باید اون تصادف رو توضیح بدین که چجوری شده آیا شما مقصر بودید نبودید باید با اون توضیحتون این رو نشون بدید شادن خسارت و واس وایتا تون شما باید چکار کنید واس وایتا تون تون همون مخن هست چه چیزی رو در ادامه باید انجام بدین خب من با بتخف شروع کردم خب این نامه ای نامه رسمیه یا همون ایمیل دوستان گاهی اوقات من از من یعنی میگم نامه منظورم از نامه همون بریخت هست همون نوشته هستش حالا به این هدف نگفتم که داریم نامه می نویسیم نامه فرقش رو با ایمیل گفتم بهتون اما منظورم از اینجا نامه همون نوشته متن هست خب ما ایمیلمون و متنمون رو خب باید با یک موضوع شروع کنیم موضوع چی هست؟ موضوع یا میتونید بگید که خبر دادن خسارت یا خبر تصادف شادنز ملدونگ او دا اون فال ملدونگ خبر خسارت یا خبر تصادف حالا من ترجمه میدم اینو بنویسم اول بگم که تصادف شده حالا بعدن خسارتشو بگم اون فال ملدونگ خب آن مشخص هست میتونم اینم یک کم بیارم پایین تر اگه بشه آن مشخصه چون ما نمیدونیم به کی داریم مینویسیم آن شپریشت پارتنامون نمیدونیم کیه و میگیم زیر گیرته دامن اون هیگن اگه بدونیم مسئول کیه خب و اینجا تو آفگابه گفته باشه مینویسیم چون اینجا نگفته تو آفگابه که اسم شخصی رو نبرده ما از همین آن استفاده میکنیم که حالت عمومی تره زه دامن اون هرن فور زوی تاگن هبه ایش اینن اون فال دو روز پیش من یک تصادف داشتم اینجا رو من آب آبی نوشتم این یک یه مدل دیگه از نوشتنه که میتونید اینجوری هم بنویسید یک کوچولو به نظر خود من به اینس نیست میتونه بالاتر از یکم به اینس باشه بین به اینس و به بسفای یه میت بدین وسیله مشته ایخ اینن میت میخوام که شما رو خبر بدم به شما خبر بدم اینن میت تایلن دست ایخ فور زوی تاگن اینن اونفال حته که من دو روز پیش یه دونه تصادف داشتم یا از حتی استفاده میکنین یا از هب گهبت گه که در واقع گذشته هب گهبت پرتیسیب زوایش یا میتونید مستقیم از پرتریتوم گذشته ساده استفاده کنین بگید داشتم به جای که بگید داشته خب پس این آبیه که نوشتم میتونه یک آلترناتیو باشه برای این آلترناتیو یعنی یه مدل دیگه از نوشتن یه امکان دیگه یک مگلیشکایت دیگه برای اینکه هر دوتاشون هم درسته بتونیم یه جور دیگه بنویسیم حالا اینو نوشتیم یا این یا این این هیه میت میشه بدین وسیله خب خیلی رسمی تره میتایلن هم یمندم مندم میتایلن هست کسی رو خبر دادن به کسی اطلاع رسانی کردن این فعل میتایلن خیلی اداری و فرمل هست و سعی میکنیم تو نامای دوستانه اصلا از این استفاده نکنیم چون خیلی فرمله و برای نامای رسمی جایی که شما میخواییم به ادارات یا به بهرده امتا به این جوجه ها میخواییم نامه بزنین یا ایمیل ازش استفاده میکنیم حالا جمله بعدی رو دلیل نوشتنمون رو باش میگیم دسویگن گفتم بهتون میتونید بنویسید Aus آستیزم Grund او دا دست پال من از دست استفاده کردم می میکنم به این سه شخیبه ایش انزی رسمیه گفتم بهتون آنزی رسمی تر از اینه که بگید که شخیبه اینن دی ایمیل به خاطر همین می نویسم من برای شما این ایمیل رو برای چی اوم به چه هدفی؟ به چه هدفی اینو یاد گرفتیم؟ um den Schaden zu برای اینکه خسارت رو خبر بدم خب این در واقع نکته اول رو نوشتیم گروند فور داس نکته بعدی واس پاسیرت ایست قبل از اینکه نکته بعدی رو بنویسیم خب مطمئنا شما دارید نامه رو به یک فرزی شرون می نویسید. باید اسمتون و اسمکتون که آخر نامه هست اما اینجا اسمتون به اضافه شماره بیمتون رو باید بدید حالا من اینجوری فرمول بندی کردم این جمله بندی کردم ما name نام ایست سه نقطه اسمتون رو می نویسید با فامیلیتون اوند ماین فرزیش رونگز نوما است و شماره فرزش رونگ منم اینه شماره بیمم Folgendes ist پسیرد Folgendes یعنی اینی که داره میاد اتفاق افتاده ایش stand ان einer Kreuzung. من وایستاده بودم شتند گذشته ساده شتین هست شتند ایش هبه گشتندن ایش شتند ان اینه کویتسونگ توی چهار راهی اون حت گرون و سبز داشتم یعنی چراغ من سبز بود گرون هبن روت هبن یعنی که چراغ من سبز بود میتونی بگید آمپل سبز بود یا آمپل سبز شد بالاخره من تو کرویت بودم توی یه بودم و چراغم سبز بود هت گرون ایش حتی یه بار نوشتیم ایش شتند ان این کرویت سونگ و حتی گرون این اندرس آوتو یک ماشین دیگه است فن ریختس گکومن از راست اومد و این من آوتو گفارن این ماشینه زد به ماشین من رو ماشین من تروره اومد اینجوری میشه گفت ابول اروت هته با وجود اینکه قرمز داشت این اتفاق دوستان بیشتر مواقع میفته که بعضی از راننده هایی که صبور نیستن و دارن میبینن چراغ زرد شد و میخواد قرمز بشه سری گاز میدن ولی خب گاهی اوقات خب اونور راه سمت های دیگه اونام هم سبزن میخوان بیان اینم نمیخواد تو چرا قرمز بمونه میخواد قرمز رد کنه ولی قرمز شده برای یک ثانیه و این رد میشه و میخوره به ماشین بغل دی ماشینی که از در واقع از سمت چپش میاد چون این از سمت راست داره میاد اون ماشین در قسمت در واقع در سمت چپ این ماشین قرار داشته دیز شیدن حالا شادن جمعش میشه شیدن این خسارت ها زیند entstanden این خسارت ها به وجود اومدن entstehen entstanden mit auf Fälle sein sind entstanden این خسارت ها به وجود اومدن دو نقطه die rechte tür ist kaputt gegangen در سمت راست خراب شده خب کسی که از سمت راست میاد میزنه به ماشین به در سمت راست میخوره und geht nicht auf او, get آف get سو so, یعنی باز نمیشه بسته نمیشه اینجا گیت nicht auf یعنی اه, باز نمیشه اینجا شما دوستان میتونید به جای اینکه گذشته رو گذشته پرفکت رو هم کامل رو استفاده کنید به جای اینکه بگید is کاپوت میتونید بنویسید دی توی تو ایس کاپوت دی رشت خرابه و باز نمیشه حالا من گذشته رو نوشتم خراب شده و باز نمیشه خسارت بعدی که به ماشین خورده چیه؟ اینو با اوسادم میگیم میگیم علاوه بر این اوسادم ورده ده غشت اوسن شپیگل به علاوه بر این آینه سمت راست آینه بیرون سمت راست هم خسارت دیده خب این از خسارت ها این از چیزی که اتفاق افتاده در واقع درباره نکته دوم و سوم نوشتیم نکته آخر واس وایتا تون اینجا ما میگیم که حالا ما باید چیکار بکنیم شما میتونید مستقیم ازش سوال بپرسید. حالا من اینجوری نوشتم könnten sie mir bitte sagen was ich اینو با کنیوکتیو نوشتم میتونید لطفا بهم به بگید که من باید چیکار بکنم چرا چون نکته اینه ببینید خیلی ها میدونن با چیکار کنن میگن خب میپرسن خسارت ما رو میدین من فول کاسکو دارم تایل کاسکو دارم هاپفللیش فرزیشه رونگ دارم با چیکار بکنم خب زیکن میش اونتده تلفن نوما ایشن که جملاتی بود که توی یکی از ویدیو گفتم همیشه میتونید استفاده کنید تقریبا همیشه شما میتونید منو با این شما تلفن پیدا بکنید یا میتونید یه جور دیگه بنویسید یک بین اون تده تلفنما ایش بار که قبلا توضیح رو دادم فرقشون با هم چیه فرق و در آخر متنمون رو اینجوری میبندیم که من منتظر جواب شما هستم با کمال میل و پیشا پیش ازتون متشکرم ich warte sehr gerne oder gern auf ihre rückmeldung und danke من منتظر جواب شما هستم و ممنونم از شما دانک اینن این فور آس. این ایش هم که ننوشتم بخاطر اینکه اینجا ما یه ایش داریم و اینجا یه اوند داریم فائل بعدی خودمونیم دیگه ایشو اینجا فاکتور میگیریم یه بار مینویسیم میت فرویندلیشن گروسن نامه نخنامه صد در درصد اینجا باید هر دوتا رو بنویسیم چون این یک نامه رسمی هست دوستان خب دوستان این بود موضوع نامه یا همون ایمیل امروزمون که یک تصادف رو گزارش کردن هست همونطور من که گفتم به درخواست یکی از دوستان توی کامنت ها برای من نوشته بودن من این ویدیو رو تهیه کردم امیدوارم که براتون مفید بوده باشه اگر اینطور هست کانال من رو با یک لایک حمایت کنید دوستانی هم که تا به الان کانال آلمانی آنلاین رو سابسکرایب نکردن اگر دوست داشتن کانال رو سابسکرایب کنن و زنگولش هم فعال بکنن که اگر من ویدیوی آپلود کردم اعلانش برای شما بیاد دوستان ممنونم از توجهتون و اینکه تا به الان صبور بودین و با من همراه بودین و تا ویدیو بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم روزتون بخیر خدا نگهدار